کتاب روح، نفس و جسم فصل هفتم باز خرید ابدی ابرانیان باب نو شریعت عهد عتیق را با فیض عهد جدید قیاس می کند اون چه ما به واسطه عیسی در عهد جدید دریافت کردیم بسیار برتر از آنچه در عهد قدیم دریافت کردند است قربانی ها در عهد عتیق نمی توانستند به راستی کسی را آزاد کنند آنها به عنوان یک تصویر و یادآوری برای مردم قرار داده شده بودند تا اینکه قربانی واقعی آمد از آنجایی که قربانی کردن حیوانات نمادین بود و نمی توانست به راستی گناه را پاک کند قربانی های عهد عتیق باید بارها و بارها تقدیم می شدند اما اکنون که عیسی جان خود را به عنوان قربانی گناه داده است دیگر نیازی نیست که تکرار شود. به واسطه مسیح قربانی کامل گناه یک بار برای همه و برای همیشه انجام شد. روح از نو متولد شده شما نیازی به تطهیر و پاکسازی مجدد و یا تولد دوباره ندارد. در عبرانیان باب 9 آیات 11 تا 12 می‌فرماید لیکن مسیح چون ظاهر شد تا رئیس کهنه نیکوی های آینده باشد به خیمه بزرگتر و کاملتر و ناساخته شده به دست یعنی که از این خلقت نیست و نه به خون بزها و گوساله ها بلکه به خون خود یک مرتبه فقط به مکان اقدس داخل شد و فدیه ابدی را یافت نجات شما ابدی است نویسنده ابرانیان در ادامه می گوید زیرا هرگاه خون بزها و گاوان و خاکستر گوساله چون بر ناپاکان پاشیده می شود تا به تهارت جسمی مقدس می سازد پس آیا چند مرتبه زیاده خون مسیح که به روح ازلی خیشتن را بی به خدا گذرانید زمیر شما را از اعمال مرده تاهر نخواهد ساخت تا خدای زنده را خدمت نمایید و از این جهت او واسطه عهد تازه ای است تا چون موت برای کفاره تقصیرات عهد اول به وقوع آمد خانده شدگان وعده میراس ابدی را بیابند ابرانیان باب نو آیات سیزده تا پونزده. ایسا یک مرتبه فقط به مکان عقدس داخل شد و فدیه ابدی را یافت آیه دوازده سپس در آیه 15 او میراس ابدی را فراهم کرد هر یک از این جملات بر یک مرتبه قربانی شدن تاکید دارند که یک بار برای همه تمام شده است یک بار خدا به راستی می که این نکته برای ما جا بیفتد زیرا مسیح به قدس ساخته شده به دست داخل نشد که مثال مکان حقیقی است بلکه به خود آسمان تا آنکه الان در حضور خدا به جهت ما ظاهر شود و نه آنکه جان خود را بارها قربانی کند مانند آن رئیس کهنه که هر سال با خون دیگری به مکان عقدس داخل می شود زیرا در این صورت می بایست که او از بنیاد عالم بارها زحمت کشیده باشد لکن الان یک مرتبه در اواخر عالم ظاهر شد تا به قربانی خود گناه را محو سازد و چنان که مردم را یک بار مردن و بعد از آن جزا یافتن مقرر است همچنین مسیح نیز چون یک بار قربانی شد تا گناهان بسیاری را رفع نماید بار دیگر بدون گناه برای کسانی که منتظر او می باشند ظاهر خواهد شد به جهت نجات ابرانیان باب 9 آیات 24 تا 28 قربانی های عهد عتیق پیوسته تقدیم میشدند. اما عیسی یک مرتبه به مکان اقدس داخل شد و یک قربانی داد از اونجایی که ما فقط یک مرتبه می میریم او هم یک مرتبه عذاب کشید و آن یک قربانی بهای گناه را برای همیشه پرداخت قربانی های عهد عتیق نمی توانستند آنچه که قربانی عهد جدید عیسی انجام داد انجام دهند آنها فقط سایه های گذرا از قربانی واقعی که در حال آمدن بود بودند زیرا که چون شریعت را سایه چیزهای نیکوی آینده است نه نفس صورت آن چیزها آن هرگز نمیتواند هر سال به همان قربانی هایی که پیوسته میگذرانند تقرب جویندگان را کامل گرداند و الا آیا گذرانیدن آنها موقوف نمیشد چون که عبادت کنندگان بعد از اون که یک بار پاک شدند دیگر حس گناهان را در زمیر نمی داشتند ابرانیان باب ده آیات یک تا دو اگر قربانی های عهد عتیق به راسته می مردم را کامل کنند نیازی نبود که بارها و بارها تقدیم شوند اگر آنها عمل کننده بودند پرستندگان که یک مرتبه پاک شدند دیگر زمیر گناه نداشتند آنچه قربانی های عهد عتیق نمی قربانی عهد جدید توانست و کرد اگر به حقیقت کلام خدا ایمان داشته باشید می توانید به معنای واقعی کلمه به جایی برسید که دیگر به گناه آگاه نباشید متوجه خواهید شد که روح شما برای همیشه تقدیس و کامل شده است خدا شما را گناهکار نمی بیند. او روح تازه متولد شده شما را دیده و خوشنود است اگر شما افکار خود را بر آن کسی که در روحتان هستید متمرکز کنید به پارسایی هوشیار و آگاه خواهید بود این عبارت کلیشه‌ای که من گناهکاری بیش نیستم که به واسطه فیض نجات یافته درست نیست اگر گناهکار هستید لازم است که از نو متولد شده و نجات یابید اگر به راستی به واسطه فیض نجات یافتید پس دیگر گناهکار نیستید روح شما در پارسایی و قدوسیت حقیقی از نو خلق شده است و نمی تواند گناه کند همچنین به دلیل محرموم روح القدس گناه جسم و نفس شما نمی تواند با آن نفوذ کند به خدا برای اعتراف به اینکه من یک گناهکار بیچاره هستم نزدیک نشوید دلیرانه به او نزدیک شوید زیرا اکنون پارسایی خدا در مسیح هستید. دوم قرنتیان باب پنج آیه بیست و یک. به واسطه ایسا و کاری که او در روح از نو متولد شده شما انجام داد به خدا نزدیک شوید و بگویید ای پدر از تو سپاس گذارم که به واسطه ای مسیح این شهامت را دارم که به تخت فیض تو وارد شوم زیرا تو مرا پارسا ساختی اگر صادقانه اینطور فکر می کنید که خدا یا من خیلی ناپاک هستم یا باید تولد تازه بیابید یا باید ذهن خود را تازه کرده و شروع به باور کلام خدا کنید شما در مسیح عیسی نیکی مطلق خدا شده اید گذشته حال و آینده شما از گناهان خود بخشیده شده اید گناهان گذشته حال و آینده باز خرید ابدی به همین معناست ممکن است فکر کنید خدا نمیتواند گناهی را قبل از اینکه مرتکب شده باشم ببخشد خب بهتر است دعا کنید که بتواند زیرا مسیح فقط یک بار برای گناهان شما مرد اگر عیسی نمیتواند گناهی را قبل از اینکه مرتکب شوید ببخشد پس شما به کل نمی توانید بخشیده شوید زیرا عیسی مسیح بیش از دو هزار سال است که برای گناه نمرده است عیسی بهای به تمام گناهان گذشته حال و آینده را پرداخت ممکن است انسانها اینطور فکر نکنند اما خدا اینطور فکر می کند. او ابدی است زمان فاصله و مکان برای او مسئله ای نیست به واسطه قربانی کامل مسیح خدا یک بار با تمامی گناهان و برای همیشه معامله کرده است وقتی عیسی مرد اراده ای را به انجام رسانید در ابرانیان باب ده آیه ده می فرماید و به این اراده مقدس شده ایم به قربانی جسد عیسی مسیح یک مرتبه فقط شما یک بار برای همیشه به واسطه قربانی عیسی مسیح تقدیس جدا مقدس کردیدید به طور کلی این فقط یک فرقی از کلیسا بود که تعلیم از دست دادن نجات به خاطر گناه بعد از ایمان را ارائه داد که هر مرتبه که گناه می کنید نجات خود را از دست می دهید و اگر به آن قبل از مرگ خود اعتراف نکنید علا رقم این که بیست یا سی سال است که از نو متولد شدید به جهنم خواهید رفت آنها به اشتباه این آیه را این طور تفسیر می کنند که این آیه معنای یک قربانی برای همه مردم نه یک قربانی برای همیشه را می دهد. با این حال مضمون اثبات می کند که ابرانیان باب ده آیه ده به این معنا است که یک قربانی شما را برای همیشه مقدس کرد. به تمامی کلمات مرتبط با زمان در چهار آیه بعدی توجه کنید. و هر کاهن هر روزه به خدمت مشغول بوده می ایستد و همان قربانی ها را مکرر می گذراند که هرگز رفع گناهان را نمی توان کرد لکن اون چون یک قربانی برای گناهان گذرانید به دست راست خدا بنشست تا عبدال و بعد از آن منتظر است که دشمنانش پای اندازه او شوند از آن رو که به یک قربانی مقدسان را کامل گردانیده است تا عبدال آباد ابرانیان باب ده آیات یازده تا چارده یک قربانی مسیح شما را برای همیشه کامل و مقدس کرد اگر هنوز متقاعد نشده اید ابرانیان باب 12 آیه بیست و آیه دیگری از همان مضمون است به کلیسای نخوزدادگانی که نامهایشان در آسمان نوشته شده است به خدا نزدیک شده اید به خدایی که داور همه آدمیان است و به روحای پارسایانی که کامل شدند دیگر چقدر می تواند واضح تر شود روح شما برای همیشه کامل شده است برای همه زمان ها اگر گناه کنید جایگاه حقیقی خود را نزد خدا از دست نمی دهید چه حقیقت اساسی و شگفت انگیزی برای ایمانداران امروز داوود آن را دید به بیشتر مسیحیان تعلیم داده شده است که عملکرد آنها بر رابطه آنها با خدا تأثیر گذار است کسانی که این تعلیم را می دهند می گویند که وقتی از نو متولد می شوید بخشیده شده پاک شده و به یک فرد بکر تبدیل می شوید به هر حال با هر بار که گناه می کنید آن جایگاه خود را با خدا از دست می دهید تا زمانی که به آن گناه به خصوص اعتراف کرده و همچنین آن را زیر خون بیاورید اگر این کار را نکنید خدا ناراحت است و نمی تواند شما را بپذیرد اگر قرار بود قبل از توبه و اعتراف به همه آن گناهان بمیرید به جهنم میرفتید. به عبارتی به شما می باید تولد دوباره را دوباره بیابید این چیزی نیست که کلام خدا تعلیم می دهد. کتاب مقدس از بازخرید ابدی و میراس ابدی صحبت می کند. شما تقدس و کامل بودن خود را تا خرابکاری کردن بعدی از دست نمی دهید که دائما هم اتفاق می افتد. برای همیشه تقدیس شده و کامل هستید. افرادی که باور دارند هر بار که گناه می کنند نجات را به کل از دست می دهند و باید از نو شروع کنند هرگز به راستی رشد نخواهند کرد یا رشد زیادی در زندگی روحانی خود مشاهده نمی کنند آنها در مسائل جسم گیر افتاده و بر اعمال جسمانی و نفسانی خود متمرکز شده اند کلام خدا آشکار می کند که گناهان شما بخشیده شده است گذشته، حال و آینده. داوود با ایمانش به واسطه الهام روح القدس دید که نجات چقدر عظیمی می باشد. چنان داوود نیز خوشحالی آن کس را ذکر می کند که خدا برای او پارسایی محسوب می دارد. بدون اعمال و همچنین خوشا به حال کسانی که خطایای ایشان آمرزیده شد و گناهانشان مستور گردید گناهان زمان گذشته و حال خوشا به حال کسی که خداوند گناه وی را به حسابش نخواهد گذاشت رومیان باب چهار آیه شش تا هشت در واقع پولس مزمور باب سی و دو آیات یک تا دو را اینجا نقل کرده و اضافه می کند و در روح او حیله اینی می باشد آیه دو داوود برکت رابطه عهد جدید شما را با خدا به طور نبوتی دید به خاطر ذات پارسای روح تازه متولد شده شما خداوند دیگر گناهانتان را به حسابتان نمیگذارد. حالا این شد خبر خوش انجیل